با سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی، اطلاعاتی در مورد نهال‌های یک ساله و دو ساله خدمت شما عرض بکنم. چون نهالی که سال اول می‌کاریم از حدود 70-80 سانتی سربرداری می‌کنیم و دیگه کاری بهش نداریم، ولی از سال دوم پاجوش و تنجوش‌های زیادی از نهال ما سبز می‌کنه. این تنجوش ها و پاجوش ها رو باید حس بکنیم که انرژی درخت برای تاج درخت مصرف بشه. اگه اینا رو ما حس نکنیم، تمام انرژی روی این شاخه ها مصرف میشه و در نهایت باید این شاخه ها رو حس بکنیم. پس از اول بهار شروع بکنیم به حس این شاخه ها. حالا از نزدیک تمام این نکات خدمت شما توضیح میدم و به صورت عملی انجام میدم. دوستان، تنجوش هایی که خدمت شما عرض کردم، نهال از جایی که پیوند میشه معمولا از محل پیوند به پایین و تا 70-80 سانتی که اینجا باشه ما میخواییم تاج درخت از اینجا شکل بدیم، تنجوش زیاد میزنه. اینا به اینا میگن تنجوش، که اینا رو باید همه رو حذف بکنیم تا جایی که میخوایم تاج درخت شکل بدیم. یعنی این تنجوش ها در سال دوم و سوم خیلی زیاد میشه. اینا رو همه رو حذف کنین. همون اول بهار، چند روز اول بهار که شما بیاین درخت نگاه بکنین، کاملا مشخص اینا. تمام این شاخه ها رو بزنید و اگه از سالهای گذشته شاخه های خشکی روی تنه درخت دارین، اونا رو همه رو حذف کنین که تمام انرژی درخت به تاج درخت بره و اینجا انرژی مصرف بشه، نه این تنه جوش ها. بی اینا میگن تنه جوش. و اگه از این نقطه، از پایین ترین نقطه درخت شاخه بزنه بیرون، به این میگن پاجوش، که هم پاجوش هم تنجوش باید حذف بشه. این یک نهاله که به این صورت من همشو حذف کردم. فقط 4-5 تا شاخه که قراره در آینده تاج درخت ما رو شکل بده نگه داشتم. یک شاخه به این سمت، یکی به این سمت، یکی به این سمت. اگه دقت کنید به تمام سمت ها من شاخه دارم و فاصله شاخه هام حفظ شده و در سالهای دوم و سوم این تاج به صورت اصولی شکل میدم. این سال دوم نهاله. حالا بریم نهالهای بعدی. اینا نهال بادامه. اگه دقت کنین تمام نهالها در سال دوم تنجوش زیاد میزنن. این محل پیوند این نهاله. اینا تمامشون تنجوشه که تازه میخواد سبز بکنه. دقت بکنید اینا رو همه رو باید حذف بکنم من. تمام این تنجوش ها حذف بشه تا 70-80 سانتی درخت که میخوام تاج درخت از اونجا شکل بدم. میام اینجا به تمام سمت از اینجا شاخه میذارم، یکی این، یکی این، یکی این، و از اینجا باید لیدر اصلی من شکل بگیره بیاد بالا که امسال اگه رشد بکنه از اینجا، من سالهای آینده به همین صورت اینو فرم میدم. یک شاخم اینجاها بذارم به این سمت که خیلی بهتر میشه. این یک نهال. نهال بعدی اینجاست. دقت کنین تمام نهالها از سال دوم معمولا به این صورت از پایین تنه شاخه میزنن بیرون. پس دقت کنید هنوز اینا انرژی درخت رو نگرفتن، از همون اول حذف کنید. شاخه های خشک رو از ته حذف کنید که بیماری وارد درخت نشه تا 70-80 سانتی که میخواین تاج درخت رو شکل بدیم. اینجا دوباره به همه سمت شاخه گذاشتم که تاج درخت رو شکل بدم. چون هنوز تنه قوی ندارن، یک دونه قیمم بستم که درخت زیاد تکون نخوره.
حتما برای نهال ها قیم ببندیم، چون اگه این درخت در برابر بادهای شدید تکون بخوره، ریشه های مویی باعث میشه که رشد نکنه و درخت شما خشک میشه. حتما این نکته رو هم دقت بکنید. یک دونه نهال هم اینجا دارم، اینم به همین صورت. دقت کنید از پایین دست تمام شاخه های خشک رو حذف میکنم و شاخه هایی که و شاخه های جدیدی که میخواد از روی این نهال سبز کنه، تمام اینا رو حذف میکنم. به این صورت اینم حذف تا اینکه میام اینجا. اینجا دوباره به تمام طرفین شاخه میذارم که بتونم تاج درخت رو شکل بدم. اینم حذف بکنم چون اینجا ناخنک مونده بود، که این ناخنک باعث میشه درخت ها بیمار بشن. یک دونه نهال، اگه دقت کنین این نهال هم قیم داره، حتما دو سه سال اول روی نهال ها قیم ببندید. یک دونه درختم اینجا دارم، اینم به همین صورت. از پایین هیچی تنه جوش نداره چون اینا رو من حذف کردم. از اینجا شروع میشه. دوستان همین نکات ریز توی باغبانی خیلی مهمه، خیلی شاید از نظر بعضی چیز مهمی نباشه، ولی تمام شکل شمایل و اون توان نهال از همینجا شکل میگیره. اگه اینا رو نادیده بگیریم، نهال ما بسیار ضعیف به بار میاد و هر چقدر تلاش بکنیم دیگه اون نهال نهال بشون نیست، به همین صورت ضعیف شکل میگیره و زحمت ما هیچ میشه. این سال دومشه، خیلی هم خوب اومده بالا، به تمام جهات شاخه داره، شکوفه هم داده. ببینید بادام رقم خیلی خوبی، این بادام تنوی خیلی هم خوب شکوفه داده که انشالله از سالهای آینده باید از این بار بگیرم. این شکوفه ها را سال اول حذف کنید، نذارید رو نهال ضعیف بمونه، چون اگه اینا بمونن تمام انرژی نهال روی این میوه ها مصرف میشه و نهال ضعیف بار میاد. از همون اول تمام این شکوفه ها رو بچینید. خیلی خوبم شکوفه داده، ولی چاره ای نیست، باید اینا رو بچینیم تا نهال ما قوی بار بیاد. به این صورت تمام شکوفه ها رو من میچینم و نهال رو حالا سالهای آینده با همین شکلی که الان ملاحظه میکنین به تمام طرفین شاخه میذارم و شاخه ها هم با فاصله حدود 15-20 سانت میارم و تاج درخت رو شکل میدم. اینجا هم یک دونه نهال داریم، اینو از اینجا حذف میکنم، حذف تا بیاد از اینجا به بالا شکل بگی. این نهال سال اول رشدشه، از همون اول من نمیذارم تنه های پایین سبز بشه که نهال من ضعیف بشه. این نهالم سال دومشه. دوستان ببینید چه شاخه های خوبی به جوانب زده. اینا بهترین شاخه برای بارگیریه، چون این شاخه هیچ وقت نمیشکنه، هر چقدر بار سوار این بشه فقط خم میشه، اصلا نمیشکنه. زاویه ها رو ملاحظه بکنید، از الان این شکل گرفته دیگه، به بهترین حالت ممکن این شاخه ها شکل گرفته. در آینده هیچ نگرانی بابت شکستن شاخه ها من ندارم، چون زاویه های مناسبی با تنه دارن. هر کدوم زاویه نامناسب داشت حذف کردم. اینم از پایین چند تا جوانه زده، اینم حذف میکنم. یک شاخه خشک، دوباره یک جوانه اینجا.
تمام اینا رو حذف کن. خب به این صورت از این به بعد که تاج درخت ما شکل میگه، این رشد میکنه به این سمت، این به این سمت، و به تمام سمت ها من شاخه های خوبی دارم که تاج درخت میتونم شکل بدم. اینم از اطلاعاتی بود که در مورد نهال های 2 ساله و 3 ساله باید رعایت بکنین. از همون ابتدای شروع سال این کارها رو انجام بدین که درخت شما عقب نمونه و رشد خوب و قوی داشته باشه.